سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز یه خوراک بوقلمون خیلی خوشمزه داریم. همونجور که میدونید گوشت قرمز زیاد خوب نیست. تو بعضی از خانواده ها جا افتاده و دارن از گوشت بوقلمون استفاده میکنن، ولی خیلی ها مثل من از طعمش خوششون نمیاد. برای همین من اومدم یه غذای مندرآوردی درست کردم با سینه بوقلمون که خیلی خوشمزه است، ایرانیزه طوره. بریم درست کنیم. قبل از هر کاری پلو پز رو روشن میکنیم که همزمان با غذامون برنجمون هم آماده باشه. هویجی داریم، 3 تا هویج متوسط به صورت حلقه‌ای خرد میکنیم. یک دونه پیاز درشت میخواییم نگینیشون کنیم. زیر قابلمه‌مون رو روشن میکنیم و 6 قاشق غذاخوری روغن زیتون میریزیم توش. من اینجا دارم از زودپز استفاده میکنم، ولی شما میتونید از قابلمه معمولی هم استفاده کنید. فقط مقدار آبی که میریزید دو برابر کنید و مدت زمان پخت رو هم دو برابر کنید. نوبت میرسه به سینه بوقلمون. هم چه سینه ای؟ 1 کیلو داریم و میخوایم به صورت خورشتی خوردش کنیم، مربعهای تقریبا بزرگ. میریزمشون تو قابلمه و میریم برای ریختن ادویه هامون. زردچوبه داریم، 1 قاشق چای خوری، دارچین 1 قاشق چای خوری، فلفل قرمز خرد شده 1 قاشق چای خوری و آبیشن که اون هم 1 قاشق چای خوری میریزیم. خب مرغ و سبزیجاتمون رو با ادویه ها تفت میدیم و میریم برای سیر. خوشمزه ترین و خوشبو ترین ماده غذایی میشه بهش گفت. 3 حبه سیر داریم که اونا رو له میکنیم و میریزیم توی غذامون. 1 همه دیگه میزنیم. اینجاست که بوی اون ادویه ها و سیر دماغتون رو پر میکنه. ربع گوجه داریم، 2 قاشق غذاخوری، اونا رو به مواد اضافه میکنیم و تفت میدیم تا جایی که ربع رنگ باز بکنه. نمک میزنیم به غذامون به مقدار لازم و فلفل سیاه. هل داریم 6 تا دونه و 2 قاشق چایخوری ریشه زعفرون، اینا رو میریزیم تو هاون و آسیاب میکنیم. دونه های هل وقتی آسیاب میشن عطرشون چند برابر میشه. زعفرون داریم، زعفرون 1 قاشق چایخوری که نصفشو الان میریزیم، نصفشو آخر غذا. آب قلم 1 کاپ یا 500 سی سی، شما میتونید از آب مرغ یا آب سبزیجات هم استفاده کنید. و حالا آب میریزیم روی غذامون تا 1 بند انگشت بیاد روی محتویات قابلمه. اگر با قابلمه معمولی دارید درست میکنید 2 بند انگشت بیاد روش. همه چی رو خوب با هم مخلوط کنید و منتظر باشید که به قل بیفته. وقتی که مطمئن شدید و قابلمتون قلقلید، میتونید در قابلمتون رو ببندید و وایسید که همه چی با هم خوب بپزه. چه عطری داره این غذا. بریم یه نیم ساعت استراحت کنیم و برگردیم. خب دیگه غذامون آماده است، میخوایم بریم بکشیم. سابسکرایب و لایک یادتون نره. اگه از ویدیوهای جدیدم میخواییم با خبر بشین اون زنگوله رو بزنید. این غذا غذای مندرآوردیه، درست کنید بخورید. دوست داشتید کامنت داشتید برامون پایین بنویسید که اگه تغییری خواست منم تغییرش بدم. بریم بخوریم. در قابلمه‌مون رو وا میکنیم و ادامه اون زعفرونا رو بهش اضافه میکنیم. 1 دونه لیمو هم کات میکنیم و نصفشو میریزیم توی قابلمه‌مون. نصفه دیگه‌ش هم ببرید سر سفره و لذتشو ببرید. برای تزیین غذامون هم چند برگ ریحون داریم.
ریحونا رو دونه دونه میذاریم روی هم و لوله میکنیم و با چاقوی تیز کاتشون میکنیم. غذای خوشگل و خوشمزه‌مون آماده است. تو رو خدا بفرمایید.